همزمان با وخامت اوضاع بهداشتی کودکان به ویژه نوزادان در افغانستان، یک پزشک بریتانیایی در تلاش است تا جان شماری از این نوزادان را نجات دهد. این پزشک بریتانیایی گفته که با روش‌های ساده و ماساژ قلبی می‌توان جان شماری از نوزادان را نجات دهد. همکارم در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. در 3 سال اخیر وضعیت بهداشتی کودکان و نوزادان تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی مواجه بوده است. با کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی به دلیل کمبود بودجه و خروج سازمان‌های بین‌المللی از افغانستان، سلامت کودکان به خطر افتاده است. میزان سوء تغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری افزایش یافته و واکسیناسیون به ویژه برای مقابله با بیماری‌های مانند فلج اطفال به صورت کامل انجام نمی‌شود. علاوه بر این، محدودیت‌های طالبان نسبت به آموزش دختران و زنان باعث کاهش تعداد کادر درمانی زن شده که تأثیر منفی بر سلامت مادران و نوزادان دارد. این مشکلات به طور کلی به وخامت وضعیت بهداشتی کودکان منجر شده است. اخیراً یک تیم پزشکی که از کشورهای مختلف از جمله بریتانیا برای معالجه کودکان به افغانستان سفر کردند، وضعیت کودکان به ویژه نوزادان در این کشور را وحشتناک می‌خوانند. دکتر مایکل فرناندوی بریتانیایی که رئیس این تیم بوده می‌گوید روش ساده ماساژ و احیای قلبی ریوی که او و همکارانش به پزشکان و ماماهای بیمارستان کابل آموزش دادند میتواند جان هزاران نوزاد را نجات دهد. این پزشک بریتانیایی میگوید تلاش ها و آموزش های وی با توجه به میزان وحشتناک بودن مرگ و میر نوزادان مؤثر است. به گفته او در افغانستان از هر 1000 نوزادی که زنده به دنیا میآیند 35 نوزاد جان خود را از دست میدهند که 10 برابر میزان بریتانیا است. دکتر فرناندو در سال 2019 از طریق یک سازمان بشردوستانه پروژه مشابهی را در جنوب پاکستان اجرا کرده است. او تصمیم دارد در آینده به افغانستان بازگردد و به آموزش‌های خود ادامه دهد. او میگوید حتی اگر یک نوزاد هم به دلیل این آموزش‌ها بتواند زنده بماند، این پروژه ارزشمند بوده است.